اگر برگ درختان شما زرد میشه، رشد نمیکنه و میوه دهی کم هست، حجم میوه ها کم هست، سه علت اساسی وجود داره. یا کمبود سلفر هست، یا کمبود نایتروژن هست، یا کمبود آهن هست. حالا شما ای اگر کمبود باشه از کجا میفهمین که این کدام کد کمبود داره ما برش بزنیم؟ اگر هر سری بزنین که باز هم ضرر اقتصادی کردین. در این ویدیو مشخص بر شما میگم که شما چگونه میتونید تشخیص بدین. پس دقیق منظم دنبال کنین. درود به تو دوست خوبم، خوش آمدین به کانال باغبان آزاد. قربان آزاد هستم و شما باید سه راهی که میتونین زردی درختان خود را رفع کنین و درختان شما رشد اساسی داشته باشه باید تشخیص بدین که یکی آهن هست، سلفر هست و همچنین نایتروژن هست. هر سه اینها باعث زردی برگ درختان شما میشه. خب بیا امی سه بخش را در دو بخش تقسیم کنیم، یکی سلفر و آهن، یکی نایتروژن. سلفر و آهن برگ های بالا را زرد میکنه وقتی کم باشه، نایتروژن برگ های پایین را زرد میکنه. وقتی درخت شما کمبود نایتروژن احساس میشه یا هر نباتی بخشی غلجات هم باشه، برگ های پایین زردی کمرنگ میشه و همچنان چون به خاطر که نایتروژن قدرت حرکتش زیاد هست در قسمت بالا کش میکنه، نایتروژن بالا میره، در قسمت پایین برگ های پیر موسین زرد میشه و حتی اینها در جریان فصل خزان اگر درخت شما کمبود نایتروژن داشته باشه رنگش بیش از اندازه قرمز میشه، قدر که قبل از قرمز شوه از او قدر زیادتر قرمز میشه و همچنان حجم میوه ها خرد میشه، برگ ها خرد میشه، رشد کم و آهسته میشه. اینه ای نمایندگی از این میکنه که کمبود نایتروژن هست. و آلی سلفر و همچنان آهن را گفتیم که کمبود احساس میکنه، در قسمت بالا خود ظاهر میته، در کدام قسمت ظاهر میته؟ برگ هایی که تازه رشد کرده و در حال رشد کردن هست و برگ های جدید میبرایه، اونمو برگ ها که هست حالت زردی را داره. آلی چه قسم ما تشخیص داده میتونیم؟ نایتروژن خود در قسمت پایین بود آسان است، ای سلفر و آهن را چه قسم ما در بالا میتونیم تشخیص بدیم؟ در او قسمت یک راه وجود داره. وقتی کمبود آهن احساس میشه، برگ های جدیدی بالا این حالت رنگ زرد و رنگ پریدگی را به خود میگیره و خود رگ برگ ها سبزی تیره را داره، یعنی خود رگ برگ ها رنگش سبز است، وسط رگ برگ ها رنگش به رنگ رنگ پریده میشه، رنگ زرد را به خود میگیره و حتی رنگ سفید را به خود میگیره. و اگر شدتش کمبود شدت آهن زیاد شوه، اینمی برگ ها از قسمت بالا سوخته میآید طرف پایین، یعنی قسمت از حاشیه هاش سوخته طرف داخل میآید و همچنان سوختگی از قسمت بالا میآید طرف پایین که اینمی کمبود آهن هست. وقتی که کمبود سلفر احساس میشه، برگ ها هم زرد میشه به شکل آهن، ولی رگ برگ ها هم زرد میشه، یعنی زردی یک نواخت هست، این رقمی نیست. آهن که رگ برگ ها سبز تیره بود، ولی در کمبود سلفر رگ برگ ها هم زرد هست، زرد نزدیک به سفید و یک نواخت هست که این کمبود سلفر هست. سلفر چه قسم هست؟ قدرت حرکتش در وجود درخت کم هست. وقتی که کمبود احساس میشه، او درختانی که در قسمت بالا رشد و نمو میکنه، سلفر در اونجا انتقال داده نمیشه و اونجا علامت زردی را از خود نشان میده. چرا زرد میشه؟ در قسمت تولید کلروفیل نقش بسیار اساسی داره سلفر و آهن. اگر سلفر و آهن نباشه، کلروفیل جدید تولید نمیشه. وقتی که تولید نشد، خب رنگ سبز تولید نمیشه. رنگ سبز تولید نشد، رنگ میمونه رنگ پریده و زرد و همچنین درخت شما با مشکلات گرفتار میشه. پس امیدواریم روش تشخیص اینها را کاملا یاد گرفته باشین و بتونین نایتروژن را از قسمت پایین تشخیص بدین برگ ها زرد میشه و سلفر و آهن را از قسمت بالا بتونین تشخیص بدین که رنگش چه قسم زرد میشه و بتونین امو کد را مخصوصا خریداری کرده استفاده کنین و مشکل درختان شما حل شوه. باز هم اگر سوال بود حتما در قسمت کامنت ها بپرسین. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدار شما.